سلام عرض ادب خدمت شما هموطنان راحت از دیگ و دوبوشمی دوستای نهایت عزیز، این بار یک گزارش ویژه نظر و تقاضای یکی از دوستان ما تهیه نمودیم. امیدوار هستم مورد پسند شما ناظرینان قرار بگیرد. البته این گزارش دوستای نهایت عزیز در ماه سو تهیه شده که انشاءالله امروز شریک میسازیم در گزارش که دریای پنجشیر در ماه جوزا و اوج آب خیزی خود میرسن. ما جوزا انشاءالله خاتم بایدان این گزارش رو دوباره تهیه میکنیم. فعلا این گزارش ما در ماه سور هست. نگاه میدور است مورد پسند شما ناظرینان قرار بگیره و دریا همچنانی آب خیزی نداره. فعلا نو در حال حرکت هست. امیدوار هستم که مورد پسند شما ناظرینان قرار بگیره. دریای پنجشیر از سلسله‌های هندوکش و کوتل خواک سرچشمه گرفته و از ارتفاع بیش از 3000 متر به تندی سرازیر می شود. البته گفتم این دوستان نهایت عزیز، دریای پنجشیر 19 معاون داره که از نواحی دریای پریان تا دالان سنگ جریان آن از شرق و جنوب غرب بوده و در رسه دالان سنگ جریان خود را مستقیما به طرف جنوب تبدیل می کند و از زیر پل نیلاب در گلبهار برمی آید و سرعت آن کم می شود. همچنان و در این قسمت در جای شتر، در جای نجراب، در جای خوربند، در جای بولیکاب می در قسمت های کدام از زمین با هم یک جا می شود. بعد به وادی نقلو رسیده و با دریای کابل یک جا می شود. با یک جا شدن دریای علیشنگ و علینگار کنر اسم دریای کابل را به خود می گیرد. طول آن از سرچشمه تا بند درونته و 320 کیلومتر می رسد. البته دریای پنجشیر. دریای پنجشیر در اول جوزا که منبع اصلی است یخچال های طبیعی که با شدت گرمای آفتاب شروع به آبخیزی می نماید در اول سرطان شروع به کم شدن می کند. و بالاخره در ماه سنبله آب دره ها کاملا کم می شود.
پروژه کانال پروان که یک پروژه عامل منفعه بوده بالای دریای پنشیر اعمال گردیده و این کانال به شکل آبگردان در دریای پنشیر جدا شده و با عبور یک لوله سیفون از بالای دریای غربند در متک با فعالیت یک دستگاه تولید برق برای شهر چارکار در حدود 4800 هکتار زمین های زراعتی را در اطراف چارکار تحت آبگیری قرار داد. دریای پنشیر در سال 1975 پروژه مطالعاتی و اقتصادی بند بر را در قسمت دالان سنگ پنشیر در نظر داشت و یک قسمت کارهای مقدماتی آن شروع شده بود که با تأسف در اثر جنگ ها کار این پروژه بزرگ بند بر را به توقف داد. خوشبختانه دوباره دالان مطالعاتی فنی اقتصادی این پروژه را در سال 2008 میلادی از طرف وزارت انرژی آب اثر گرفته شد که اگر خواست خدا باشد کار شروع شود از بند ذخیره آن در حدود 60,000 هکتار زمین زراعتی موجود را آبیاری خواهد کرد. تباسات تونل آبگردان و از بند و کانال های آبرسانی مشکل آبیاری زمین های زراعتی کاپیسا و پروان حتی شهر جدید کابل واقع دیسبز حل خواهد شد. شما دوستان عزیز میفهمید که یگانه عامل سرسبزی زیبایی خوشونی ساعت پروان سال پنشیر سیگان عامل سرسبزی این سه ولایت دریای پنشیر است که از این طریق ساعت زیاد زمین های زراعتی را تحت پوشش گرفته و مردم از این دریا بعد از زمین خود استفاده کرده.